ben sana, yandım ben sana, yandım ben sana, birden çok uzak kaldım ben sana. Yeter ki seni bana versinler. Ağlar dediler benim adıma, divane dediler benim adıma. Ağlar dediler divane dediler, yeter ki seni bana versinler. فهمیدی مرض چیه؟ نه بابا من دکترم میشی بوشش استاد بزن میرم استاد بزن بیا اینم استاد رد مستاد صاحب معلوم نیست چه مرگشه فراسان آخه اینم استاد ماشین این به درد نشکشم نمیخوره میدونم که اینجوری نمیشه درست کرد این ماشین یه تعمیر کلی لازم داره برای این کار باید کمکم کنی که مادرم رو تیغ بزنم قربونه مادرم درست یالا وقت کار بندازم من ماخم کجا با که به کارش بندازم برای من باید مادرم رو تیغ بزنم یه جوری درست کنم که حد کاری حد پیدا کردم خودت نکردم الان گرفتم دستش کردم داد اون کده رو کن باز اون دختر رو پیدا شد خوشگله خودمونم بس من خودم خوشتیب کنم دریگاه نگیر خانم جان من ابا دستش من تصمیم گرفتم حرف رو شده با این دختره آشنا بشم من ده همینطور اشکه ای بعد اخیر ببینی حالا بس کنه تحمیلش بکنم آخه این که خرابه چطوری داشت بندازی برو بالا پستش هم خورمه روشنش میکنم تو کاری نباشه بیا بالا بینم یالا روشنش میکنی قربونه واسه دیگه برم انشالله نه میریدم خورم بکشم برو که رفتی ببینی رفتی قربونشو برم چه میره میدنی ما فقط یه سوال از آتون سوال بعدی هم چرا داریم شب 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 هست دیجی پر دومت ما رو بدین سوابش خیلی قلوم بر خانه یه دقیقه صبر کن شما دختر رو به این خوشگری این موقع روز کجا میریم بله؟ میریم مدرسه دیر موشم اگه یه دقیقه به حرف ما گوش بدین که طوری نمیشه ما ازت یه سوال جدی داشتیم بله فقط یه دقیقه سوالشون جدیه بذار ببینیم چی میگن خیلی خوب سوال کنیم یا جدام یه سوال کنیم خب حالا چی بپرسم ببینم کی تو رو قشنگ جت کرده خب معلومه به خدا خواستم سره اینم سوال بود که کردی خب مقاطع حال ننش رو کن هر کاری رای داره اصولی داره راه رسمی داره حرف علکی که نمیزنه خیلی خب برای این دفعه یه سوال دولکی ازشون میکنه خانه اگه میل داشته باشی ما حاضرین شما رو تا مدرسه برسونیم آره مجانی هم میرسونیم پولمونی هم نمیم مفت مفت وای تو فاسی بلید گید من
ببین چه بلای سر ماشینم اومد. آقا مرد حساب اینم شو طرز رانندگی. ببین اصلا نه چه ماشاءالله رانندگی خوب و اینم سرت میشه. باز اینجوری بیای تو شکم ما. نفهمیدم تقصیر منه. در این آره چه داره باشه. همش تقصیر توه. من خب اون همه رامو در زوم من میرفت دیگه اومد. رامال منه باز چه میرفت در جاده به این پنی من تو خط طرفمو نگیرم نمیذارم چه دو بخوره. ببین این همه تقصیر تو است. من اصلا دور میدم. من اصلا نمیشه. همه تقصیر میفته. من چیکار کردم؟ اصلا من چه گوش کن استیک من میرم دنبال دختره که از پنگمون در نبرن هر چی بخواه یک چیگان جو بگیرم پرسی بگیرم شامی بگیرم پیسره اون جوانه که پشت رول بود خیلی خوشتیپ بود اینطور نیست بایی؟ آره خوشتیپ بود ولی رانندگیش خیلی استزا بود. ندیدی چجوری زد به اون ماشینه؟ ببینم یعنی تو اون تصادف مقصر اونا بودم؟ معلومه که اونا بودن. اگه واقعا فکر میکنی مقصر اونا بودن حقش بود میمونده اونجا و شهادت میدادی. به ما تو شهادت بدیم تازه مدرسه‌مون دیر میشه. آهای خواهش کلاس ساعت کنیم ببینم همه تقصیرها رو میندازیم گردن ما. راستشو بخواهی شما هم به اندازه ما مقصریم. نفهمیدم شماها تصادف کردین ما مقصریم. خب معلومه خوشگلی شما حواس ما رو پرت. خیلی ممنون واقعا به نظرتون من خوشگلی. خودت نگیر دختر رو بیا بریم. ببینید دخترها یه دقیقه صبر کنید من خودتون چند نفر سر بیر نفر سر نفر سر چند نفر ما باید شدیم ما تصادف کنیم حالا خودتون هم گرفتیم. یه دقیقه صبر کنیم ببینیم چی میگم. آسمون که به زمین نمیاد اگه چند دقیقه بعد من گوش کنیم. بهتره تو تصادف دیگه ای پیش نیومده ما رو ول کنی بری دنبال کار خودت. اصلا تو از جون ما چی میخوای؟ اینجا مدرسه ای ماست. اگه یکی از معلمات تو رو اینجا ببینه خیلی بد میشه. چرا بد میشه؟ مگه ما داریم کار بدی میکنیم؟ همین که شما رو اینجا ببینن هزار جور واسه ما حرف در میارن. آقای حسن آقا در رو باز کن. خیلی خوب ما میریم خانم. ولی اقلا اسمتون رو به ما بگین که اگه یه وقت لازم شد بتونیم بیایم اینجا شما رو پیدا کنیم که با شهادتتون ما رو نجات بدیم. اسم من گلناره اسم اینم آیشه شهادت هم نمیشه. چرا بهش گفتی؟ چرا نگم مگه اون ما رو میخوره؟ اسم تو آیشه ممکنه بفرمین اسم جناب علی چیه؟ اسم منم فرهاده ولی واسه کسی کوه نمیشه. پس به درد ما نمیخوری. ای خانم آگه برو پی کارت اما انعام دیگه چیه؟ من اهل انعام منعام بدن نیستم. حسن آقای کنباش مگه نمیدیگه خانم مادی زرگیر ایوه خانم دارم با هم کنم دیگه خب دست کم کنی. آهای دختر صاف کنی ببینم ماشتی ببینم اینجا چه خبره؟ این پسره ایش گلو کیه؟ این چیزه خانم مادی این چیزه منه پسر خاله این خانم مادی. بله ما پسر خاله دختر خاله. اگه برادرش هم بودی اومدنت به اینجا درست نبود. این کار باعث بدنامی دخترا میشه. نه دخترا زود باشین برین تو دیگه یالا. خانم مادی همین الان خودت پسر خاله سلام منو به خاله جون بده. خدا حافظ. خیلی خوب دیگه زحمت کم کنین. چه زحمتی واسه من که زحمتی نبود. اجازه بدین دستتون رو باز. دستم انقدر نیست دادم به سر یک کسافت. بازی نکن میدونم چه پسر دهنتو آب انداختی. درسته که عصبانی شدی من اسمتو بهش گفتم اما عوضش هم اسم اونو یاد گرفتی. راستی ببینم اسم اون چی بود؟ فرهاد. آره فرهاد کوگیریم کم داری. ببینم نکنه شما با هم شیرین فرهاد بشی. جوون سرتق و پر رویه اما نمیدونم چرا یه دفعه ازش خوشم اومد. منم از رفیقش خوشم اومد. بشینید بچه هم شما هم بشینید. چیه چه کار شده؟ کاغذ قلم حاضر کنید میخوام دیکته بگم. ببینم حالی چه چی گفتم؟ آره من خیر که نیستم. باید به مادرم بگی برای تعمیر ماشین 2500 تومن پول لازم داره. ولی فکر می‌کنم اگه حتما صورت مخارج بخواد ما چی بهش بگیم؟ چه جوری نشونش بدیم؟ بگیم پولا رو چی کار کرده؟ اون هیچ صورتی نمیخواد. تازه واسه صورت سازی می‌کنی. همه چی هم دلار پرنه است. آره دلار دلار بهتره. ببینم یادتون اون دفعه چه کلکی سوار کردی؟ آره از این کلکی مرغ کردی. یادت باشه کاری کنی که حداقل 2000 معلومه چه می‌گیریم؟ 2500 تومن می‌گیریم. این 10 شیش هم کم باشه نمی‌گیریم. 2500 تومن می‌گیریم. 2500 تومن داش می‌گیریم. 2500 تومن تیغش می‌زنیم. و 2500 تومن داش می‌گیریم. دارم میگم که یادم نره بچه بابا. می‌داری میگی 2500 تومن فکر می‌کنی من سر جنگش سر ما که حرف نداریم. کمتر بده 2500 تومن 250 تومن. باید بشینیم درست حساب کنیم. این از اون بی انصافی
صافاست مادر. اجازه بدین دستتون رو ماچ ملک. لازم نیست دست منو ببوسی. فقط وقتی میخوای پول تعمیر از ما بگیره پامون چالا پلا حساب نکن. خب بگو ببینم این دفعه پول تعمیر ما چیه؟ براتون صد. ببینید مادر اصلا انصاف نداره. درست. 1000 تومان. 1000 تومان برای تعمیر؟ مگه مادرم اصلا گنج نشسته؟ وای خب 5000 تومان. نگفتن انصاف نداره مادر، یه خورده تخفیف بده پسر. نمیفهمم این چه جور حساب کردنه، چرا ذره ذره میگی؟ خب یه دفعه حساب کن ببین چقدر شده. یه کارو تموم کن. چیزم همش رو هم چیز میشه، یعنی لوازمی که خریدم مزد خودم و کارگرام همه رو هم میشه 2500. حالا شد. مگه ماشین چش بود که انقدر خرج ورده؟ میدونی مادر جون یه تا قانون سوپاپاش سوخته بود دیگه. عوضی بگو چیاشو عوض کردی؟ یالا خب باشه الان براتون میشمرم. سوپاپاشو عوض کردم، سولاپاشو عوض کردم، کلاشو عوض کردم، ملاشو عوض کردم، چرخشو برداشتم، تچخه گذاشتم، دیگه کافیه. ببین این آخرین دفعه که پول تعمیر بهت میدم، اگه این دفعه خرابش کنی حتی یه شیعی هم بهت نمیدم. قربونت. مگه این ماشین لعنتی چقدر میارزه که ما هی پول تعمیر بالاش بدیم؟ گولی مگولی آخه این پوله که بسن رفت برد میدم به ما سب کرد. راستی مادر 100 تومن پول تو جیبه من یادت نره. 100 تومن از یادته 50. مگه من و تو داریم اینا اینجا که باشه عین اینه که تو جیب توه. حالا دیگه کی میتونه از اونجای تو پول در بیاره؟ صبر کن اینا من کجا رفتم؟ من برای مراد پدر عایشه نامه نوشتم که بیاد اینجا قرارامونو بذاره. نظر شما چیه خانم؟ والا شما دایی این دختر هستین و تا حالا برای اون پدری کردین، پس خودتون بهتر میدونین چی کار کنین. من نظریاتمو نوشتم و اونو میدم شما بهش بدین. خدا کنه مراد مشکلی برای ما به وجود نیاره، چون من چندان امیدی به اون ندارم. ایشالله که هیچ مشکلی پیش نمیاد. دایی جون خیلی خوش اومدین. متشکرم دخترم، ماشالله چقدر بزرگ شدی، دیگه واسه خودت خانم میشدی. خیلی ازتون ممنونم دایی جون. ببین دخترم، ما تو رو به خاطر یک کار خیلی مهم صدا زدیم اینجا. حتما پدرم قراره بیاد ها؟ نه دخترم، از این به بعد من علاوه بر این که دایی هستم جای پدرت هم خواهم بود. قراره من قانونا تو رو به فرزندی قبول کنم. خیلی متشکرم دایی جون. من آخه برای چی من نباید پدرم رو ببینم؟ چرا اون نمیاد اینجا؟ نکنه اون مرده؟ نه دخترم، پدرت هنوز زنده است. در این صورت چرا اون نمیاد منو ببره پیش خودش؟ چرا من هیچ وقت پدرم رو نمیبینم؟ والا چطوری برات بگم؟ پدرت نمیاد اینجا، نمیتونه بیاد، چون که بذار سریع هم برات بگم، چون دلش نمیخواد بیاد اینجا. نه دایی جون، این دروغه، من نمیتونم این حرف رو باور کنم. اون هر چقدر که از اینجا دور باشه بالاخره میاد. من در تمام این سالها شب و روز منتظر اون بودم، همیشه خواب میبینم که اون اومده خوشش بگیرم، دائم به درگاه خدا دعا میکنم. دایی جون بالاخره اون یه روزی میاد به دیدن من، اون حتما میاد، حالا خودتون میبینین، حتما میاد، اون حتما میاد، بالاخره میاد. دختر یه بیچاره هنوز منتظرشه پدرش بیاد سراغش. عثمان امروز پول مول حسابی گیر اون اومده یا نه؟ از عالم هفروت بیا بیرون چورتی. بالا ازت پرسیدم امروز پول مول خوبی گیر اون اومده یا نه؟ تو یالا بنار ببینم. اگه همینجوری جلو بره این حساب اینونمون تو روغنه قربان. خوشم اومد. ببینم لباس عربی من حاضره. بله حاضره. بعدش ببینم. بفرمایید. گوش کن عثمان، میدونی اینو برای چی میخوام؟ میخوام یه کلک مرغابی بزنم، این لباس رو تنم میکنم، بعد میرم سر قمار و دستمو به کار میندازم. البته واسه این کار یک گریم قشنگ هم لازم دارم. های
این جنب فی سبیل البلوف علی رئیس زد و خواستید شما دید یا نه؟ من دیدم پرنج، رشتتون رو دیدم. مرحبا، ولی شما علی بود عورد ولی قادر نبود کل رست مرا خورد چون من فولش عورد. با اجازتون قربا من فول آش آورد، بنابراین از شما برد. از من علی بردن کرده ولی فضل ملعون. جناب پرنج چی میفرماید؟ میفرماید شما شانس خوبی دارید جازیشون میبرید. خداش میگن من امشب واقعا رو شانس هستم. من دیگر القادر به علی بازی نبود چون دیگر الکفکیر به علی تسیدیک خورد. جناب پرنج چی میفرماید؟ برم بازی کنم. آقا این که فرمایشیه، کم لطفی میفرماید. من میتونم بهشون قرض بدم، هر چقدر که بخوام پول در اختیارشون بذارم. ایشون یه میلیون پیش ما اعتبار دارن. بفرمایید قربان، خواهش میکنم. لاله سیدی، قرض و مردین و مین باشد حرم نزد و خاص نزد عم. جناب پرنج چی میفرماید؟ میدونه قربان، ایشون قلبا با قرض مخالف، بندیدن قرض کردن گناه. خب چه اشکالی داره بعدا قرضشون رو میپردازن؟ خواهش میکنم بفرمایید. صدر قوز حضرم، انگوشتری بفروشم به مشتری البهایش 150,000، من فروخیدم فقط 50,000. جناب پرنج چی میفرمایید؟ متوجه نشدین پشتری که تو دستشونه 50,000 تومانی هست، ولی حاضرم اونو به شما 50,000 تومان بفرستم. به نظر من انگشتر واقعا قیمتیه، خیلی بیشتر. ولی ظاهرش که نشون نمیده. باشه، با این حال ورش میدارم. میدونم که من امشب اجا به دوشانشم، بنابراین هم انگشتر به دست میارم و هم پولی که بابتش میدم دوباره میبرم. بفرمایید خود من خواهش میکنم، بفرمایید. علی تشکر ولی ممنون، لطفا بیر دکه اجازه بار السیدی، من ذهبه جتون خرید و جاه مجددن سر میز. نفهمیدم، میخوام برن؟ بله بله، میخوام برن از صندوق جتون بگیرن که بیان دوباره بازی بکنن. دوباره کر تشکر. چقدر دلم برای تنگ شده بود. این روزا فرصت نداشتم بیام پیشت. بس دیگه، چقدر مشروب میخوری؟ باز میخوایم مثل اون وقتا دو امام خمر بشی؟ من به مشروب احتیاج دارم، مشروب تنها من دور میکنه. تنهایی چی که منو نداری؟ نکنه دیگه منو دوست نداری؟ خلاص چی بشو؟ میدونی که خیلی دوستت دارم و همینه که منو میترسونه. هر شبی که تو رو نمیبینم فکر میکنم نکنه پلیس دستگیرت کرده باشه. لازم نیست برای من ناراحت باشی، من هیچ وقت دوم به تله نمیدم. مایی نمیدونی به من میگم مراد قاطع؟ همین غرور تو منو به وحشت میندازه و من این وحشت رو با مشروب از خودم دور میکنم. مشروب‌خوریم حدی داره. حالا زود باش را بیافتی که بریم خونمون. گفتی خونمون؟ یعنی خونه سرکار دیگه. منتها شرطش اینه که یه پولی در مقابل بهم بده. واقعا عجیبه، مگه اون دختر خودت نیست؟ چرا، اون دختر خودمه، ولی مادر اون موقعی که داشونو میزایید مرد. برای همین دیگه نمیخوام این دختر رو ببینم. تازه دیدن یا ندیدن اون برای من چه فرقی میکنه؟ پس بهتره اصلا نبینمش. نه نه مراد، تو نباید این کارو بکنی. آخه چطور میتونی بچه تو بفروشی؟ این حرفا کدومه زن؟ الان شانس بزرگی به ما رو کرده. من میتونم از دایش 100,000 تومان بگیرم، شایدم 200,000 تومان. با این پول کلی کیف میکنی. حالا تو خودت به من بگو باید شانس به این بزرگی رو از دست بدم. آخه یه کمی هم به فکر دخترت باش. من میدونم یه دختر بی پدر چه سرنوشتی پیدا میکنه. پدر منم همین اشتباهو کرد و منو به این روز انداخت. تو نظر دخترت مثل من بشه. ای بابا، اینقدر برای من بحث نکن. هیچ آدم احمقی همچی فرصتی رو از دست نمیده. وقتی من با یه بغل اسکناس برگشتم اینجا، اون وقت تو هم عقیدت عوض میشه. موقعی که برگردی منو دیگه نمیبینی؟ ببخشید، خیلی معذرت میخوام خانم. بسرده میگه کار خیلی فوری با ایشه داری. بسیار خوب، پاشو برو ببین پسرخانه چی کاره داره، ولی زود برگردی. ببینم این پسرخانه دیگه چه سیغه ایه. چه میدونم؟ موسیقی
خیلی خوش میافت. منتظر عایشه خودش میگه پسر خاله. آره ولی چی که باور کنی؟ هرچی گفته باشی دست داره به خرجش نرفت که نرفت. کجا؟ من نمیدونم همین جاها بود. اوه اونه هاشش. آه سلام عایشه. سلام فرهاد. ماشاءالله چقدر بزرگ و خوشگله تو دلی برو شدی. ببینم نمیخوای پسر خالتو ماچ کنی ها؟ بستو پیدات شد. آره خودت چی میبینی؟ تو این کلک تو خودت یادم دادی. بنده یادت دادم. بله مگه تو به خانم مدیر نگفتی که من پسر خالتم؟ من اون موقع این دروغو گفتم که گندش در نیاد. برای اینجا مدرسه است، برای من بده که یه پسر جوان هر روز باشه بیاد به دیدنم. زود باش راتو بگیر و برو. تو نمیری نمیرم تا یه شیشم سیر دختر خاله عزیزمو نبینم پامو از اینجا بیرون نمیذارم. راستی؟ معلومه دلت کتک میخواد. بزنش کیه تویی؟ والا من که نه، چون زورم بهت نمیرسه. ولی چیز بابام قراره بیاد به دیدنم. به خدا اگه تو رو اینجا ببینه یه کتک بهت میزنه که دیگه هیچ وقت بیلت یاد هندستون نکنی. بابا چه ساله بابا جدت هم بیاد من از اینجا تکون نمیخورم. ببخشید دختر خانم، خانم مدیرتون کجا میتونم ببینم؟ اتاقش طبقه دومه. متشکرم. خواهش میکنم. اونه هاش داره میاد. کی داره میاد؟ معلومه دیگه بابا. پدر جون حالا موقع اومدم. مذرت میخوام آقا، میدونین اون پسره اومده اینجا مزاحم من شده. منم برای همین شما رو پدر صدا کردم که اون فکر کنه پدر من اینو شرشو کم کنه. ممکنه لطفاً چند دقیقه وانمود کنین که پدر من هستی؟ البته با کمال میل دخترم، من افتخار میکنم که پدرتو باشم. خیلی ازتون متشکرم آقا، شما چه آقای خوبی هستین. ببینم دخترم، کسی که تو رو ناراحت نمیکنه؟ مثلا این جیگول میگولایی که همینجا فلاسو. نه پدر، این حرفا چیه؟ کی جور از دور همچین کاری بکنه؟ ببین این کسی مطمئنه چون به من بگو کلاشو از خانه کنم. چشم، حتما بهتون میگم پدر جون، مطمئن باشی. نیشه من خب خب تونستم خودم جای پدرت خالی کنم. عالی بود آقا، نمیدونم با چه زبونی ازتون تشکر کنم. خواهش میکنم، حالا اجازه میدید برم دخترم؟ قربانتون. خدا نگهدار آقا. خدا اگه من واقعا یه همچین پدری داشتم چطور میشد اگه پدرم یه روزی نیمت بگیدم؟ اگه بخوای دختر منو صاحب بشی باید 100,000 تومان بسلفی. این کار تو مسخره است. ندیدی دختر بیچاره چطور اومد به استقبالت و با چه ذوق و شوقی پرید تو بغلت؟ نفهمیدم چی گفتی؟ اون دختری که اومد طرفم دختر خودم بود؟ بالا دیدم که چطوری زیر بازوش گرفته بود. هیچ فکرشو نمی کردم. فکر نمی کردم اون به این خوشگلی باشه. حالا که اینطور شد باید جای 100,000 تا 200,000 تا بدی. چی؟ حالا 200,000 تومان می خواهی؟ انگار تو پاک عقلتو از دست دادی؟ به هر حال من 5 دقیقه بهت فرصت. من میرم یه کمی با دخترم حرف بزنم، شایدم اصلا منصرف بشم، کسی چه میدونه. شما هستی؟ اومدم ببینم دیگه طرف مزاحمت نشده. نه فلان که نه، به لطف شما از شرش راحت شدم. یه چیزی رو میدونین، پدر منم خیلی شبیه شماست. چطور؟ اونم یه آدم قد بلند و چهار شونه و قوی بود، درست عین شما. خوبه، پس نباید پیر باشه. همینطوره. راستی میدونین وقتی چشمم به شما افتاد فکر کردم واقعا پدرم رو دیدم. نمیدونین چقدر آرزو میکنم که پدرم رو ببینم. اینطور که میگی معلومه خیلی وقت پدرتو ندیدی. بله درسته، خیلی وقته. الان سال هاست که ما همدیگه رو ندیدیم. آخه چرا؟ چون اون الان مدت هاست که رفته پاریس و بر نگشته.
صحیح، پس اون تو پاریس زندگی میکنه؟ بله، بله آقا. آخه اون تاجر خیلی بزرگیه و اونجا تو پاریس تجارت خونه داره. ببینم، یعنی پدرت همیشه تو پاریسه؟ نه، جای دیگه هم میره، چون تجارت خونش تو انگلستان شعبه داره، همینطور تو آمریکا. برای همین مجبور به خیلی جاها سفر کنه. ولی اینجا به دیدن تو نمیاد. اینجا؟ چرا؟ گاهی میاد. آخه اون خیلی گرفته، فرصت این کارو پیدا نمیکنه. ولی من خیلی دوستش دارم، همیشه چشم به راهشم که بیاد، همیشه شب و روز. بیا بگیر، چکت حاضره. آیشه برو حاضر شو که بری. من تصمیمم عوض شد رفیق، نمیفهمم منظور چیه. حالا حس میکنم که نمیتونم از دخترم دست بکشم، حتی در مقابل میلیون ها پول، میفهمی؟ یعنی از این کار منصرف شدی؟ آره، من دخترمو میبرم پیش خودم. یعنی شما پدر واقعی من هستی؟ آره دخترم، من پدر حقیقی تو هم و از این به بعد حتی یک لحظه ازت جدا نمیشم. پدر جون، چقدر خوش دارم پدر. عجب غذای عالی بود، اینقدر غذا رو خوشمزه درست کرده بودی که میخواستم انگشت هامم بلیسم. چه دلمه ای، تو عمرم همچی دلمه ای نخورده بودم. نوشه جونت پدر جون، خب حالا بیا میوه تو بخور. دلم میخواست خودتو بخورم. یه چیزی رو میدونی پدر جون، تا حالا هرگز اینقدر خوشحال نبودم. سالها بود که دلم میخواست با دستای خودم برای پدرم غذا درست کنم، این بزرگترین آرزوی من. منم همینطور دخترم، نمیدونی چقدر خودم با خوشبخت حس میکنم. حالا میفهمم که پدر بودن چه لذتی داره. تو چقدر خوبی پدر. خب دخترم، من دیگه باید برم. خب معلومه تو کدبانوی خوبی میتونی بشی، از غذا پختنت کاملا خوشحالم. خوشحالم که خوشت اومده. تا فعلا خداحافظ. شب زود برگردی. خب راستیم، شما کارتون چیه پدر؟ من تاجرم. و فکر میکردم شما از فرانسه و آمریکا جنس میخرین و وارد میکنین. خب بله، بعضی جنس هم هست که باید از فرانسه و آمریکا وارد کنم، ولی تو کاری به کار من نداشته باش، فقط سعی کن به کارهای خونه برسی. حالا سفره رو جمع کن و فکر شاه باش. خدا حافظ پدر جون. اجازه بدین معرفی کنم آقای محمود بیش، پروفسور فرانس کلرمان. انشانته، چوخ انشانته. سیاقت شما خیلی انشانته مونمی، چوخ انشانته. خواهش دیرم، نشستن کفاهه. بایروز، راستش من قماخای خیلی بزرگ بازی کرد، شما چطور قربان؟ هر طور میلی شما سپرسدن، هر جوز که شما بخواییم بازی میکنم. من ممنون، خوشی کول همرام هست. بفرمین اینجا دنبال کسی میگردین؟ شما منو نمیشناسین، ولی قبل از اینکه شما بیاین تو این خونه من اینجا زندگی میکردم. آه که اینطور، پس بفرمین بشینین تا من کارم تموم کنم. من داشتم پیرهن پدرم براش اوتو میکردم. نمیدونم پیرهن مردونه رو چجوری باید اوتو این قد نباش، من بهت میگم چیکار کنی. پدر دوست داره یقه و سراسیمه پیرهنش آهار داشته باشه و ضمناً به اوتوی شلوارش هم خیلی اهمیت میده. راجع به صابونش هم یه چیزی رو باید بهت بگم، اون صبح املت گوجه فرنگی میخوره، قانونش هم حتما باید توست باشه. معلومه شما پدرم رو خیلی خوب میشناسین. ببینم اسم شما آلیه نی؟ آره اسمم آلیه. و همونطور که حد زدی پدرتو خیلی خوب میشناسم، الان 10 سالی که دارم تر و خشکش میکنم. میدونین خانوم، مواظبت از یه مرد کار خیلی مشکلیه. ممکنه شما همینجا ببونین و به من کمک کنین؟ تو احتیاجی به کمک من نداری دخترم، خودت کاملا از اصلش برمیای. خدافظ خوشگل من. یه دقیقه صبر کنین ببینم.
اگه اومدین پدرمو ببینین بهتر نیست چند دقیقه بمونین تا اون برگرده. میدونین ممکنه اون به شما احتیاج داشته باشه. نه دخترم، فکر نمی کنم اون دیگه به من احتیاجی داشته باشه، چون حالا تو رو داریم. متشکرم. اون تیره نگاهت لای 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 لای. من فقط یک کارت میخوام. به منم یک کارت بده. من نیستم. رس رستتون رو دیدم، من کار اشا دارم. همینجا سر من از شما خوشم سر میسیو، چون من کقعی از من که به خوش دیشنیو که دیگو من همیشه تو قمار شانس کقعی داشت، ولی تو عشق کره خرم نداشت. آره دخترم. من خیلی منتظرت شدم، چون اینقدر دیر کردی؟ میدونی با چند تا از تاجرای بزرگ شهر کمیسیون داشتیم، کارمون یه خورده طول کشید. من شام نخوردم و منتظر شدم که شما بیاین با هم دیگه بخورین. بیا پدر جون، ببین چه غذای خوبی برات درست کردم. خیلی ازت متشکرم دخترم، ولی گوش کن چی میگم. من هیچ دلم نمیخواد تو گرسنه بمونی. از این لحظه به بعد دیگه اجازه نداری شبا منتظر من بمونی. هر وقت گرسنه شد غذاتو میخوری، بعدم با خیال راحت میری تو اتاقت میخوابی. باشه پدر، حالا بشینین غذاتونو بخورین. پس تو چی؟ من پیراناتونو میبرم میذارم تو کمدتون، بعد میام شما. خب من منتظر میشم تا تو هم بیای. نه شما فعلا مشغول بشید تا من برگردم. خیلی خوب، الان مشغول میشم. دستپختم چطوره پدر جون، خوشتون میاد؟ تو اگه قلب سنگم جلوی من بذاری، من با کمال اشتها میخورم، چون دخترم جلوم گذاشته. چه برسه به اینکه قضا بسنده. خیلی متشکرم پدر. بودو بابا بودو. من زیاد نمیتونم اینجا بایستم، هفت سالی داری بکنم سیگه چون بکنم، ولی دهن من محکمه و چیزی بهت نمیتونم. یادم از چی باید بپرسم؟ گفتی چی ازش بپرسم؟ بردش رو ریخت تو ببرم، بپرس آیشه کجا؟ ببینم خوشگله، میشه ما بگی اون دوستت آیشه خانم کجا؟ پدرش اومد اونو با خودش برد، گفتم که من چیزی نمیگم. باباش اومده اونو با خودش برده، ولی این هیچی رو من نمیگم. بردش بیار بپرس کجا میشه دیدش. یالا دیگه ببینم شیطون بله، حالا کجا میشه آیشه رو دید؟ میشه فردا برای پیکنیک با بچه ها بره به جزیره، ولی من هیچی نمیگم. فردا میری جزیره؟ ببینم پس دلم کی تو خودم باشی میری یا نه؟ البته تو هم میای اونجا یا نه؟ وای خدای من سگی کی باشم چرا یافت بده دست ما سپری کنم دستش خانو مدیر ما سراتو بدم بشم یلا اینجا ببینم کل داری پسر کیه؟ با همگی ما پسرم و دخترم هست اقل با این بادم هست حالا که به شما با همه دخترهای مدرسه فامیل در اومدی داره؟ بله خانم زود باش بورم و دان کن پسر بارستی یاد دارم بارش اومدم بیا آرام بیچ بزنیم بای بای ماما عالی بود، خیلی خوشمزه بود. ولی ببینم تو از کجا فهمیدی که من املت گوجه فرنگی دوست دارم؟ والا چیزه، عالیه به هم گفت. عالیه بهت گفت؟ ببینم تو از کجا اونو میشنست؟ خب میشنستمش دیگه، دیروز اومده بود اینجا تو رو ببینه، همون موقع اینو به هم گفت. پس اون اومده بوده اینجا. پدر جون، این عالیه خانم کیه شماست؟ عشقیم، اون تقریبا مثل خدمتکار منه، من از قدیم کارای خونه منه اون میکرد. که اینطور. ببین پدر جون، میخوام یه چیزی بهت بگم. ممکنه ما گاهگاهی مجبور شیم یه دروغای کوچیکی به هم دیگه بگیم، اما دستتو بده من. بیا به هم قول بدیم موقعی که دستمونو گذاشتیم تو دست هم به هم دیگه دروغ نگیم، قبوله؟ باشه باشه، قبول دارم دخترم. حالا میخوام یه سوالی ازت بکنم. راستشو بگو، این عالیه کیه توی؟ عالیه؟ الان برات میگم.
بعد از مرگ مادر دخترم عالیه تنها زنیه که تو زندگی من بوده. ببینم تو هنوزم اونو دوست داری؟ ببین اون زن دیگه برای من فراموش شده. بله قرار شد ما به هم دیگه راست بگیم. بگو ببینم دوستش داری یا نه؟ آره هنوزم دوستش دارم. با این حرفت من خیلی خوشحال کردی پدر. برای چی خوشحال کردم؟ برای اینکه تو راستشو به هم گفتی. من با یه فوت خود این کیکم میندازم هوا، ولی میخوام تو هم کمکم کنی. خیلی خوب، پس هر وقت حاضر شدی برو ببین. یک دو سه. تولدت به تبریک میگم پدر جون. متشکرم. ماشاءالله خیلی خوب موندی. جدا کی میتونه باور کنه من یه دختر به این بزرگی دارم. یه چیزی رو میدونی پدر جون، من اون موقع همیشه در آرزوی یه همچین روزی بودم. همیشه یه همچین وضع و محیطی رو پیش خودم مجسم میکردم. ولی فکر میکنم اگه الان عالیه اینجا بود خوشبختی ما کاملتر میشد. اینطور نیست پدر جون؟ والا نمیدونم چی بگم دخترم، شاید واقعا حرفی که تو میزنی درست باشه، ولی فعلا که نیست. خب بگذاریم، اصلا بهتر این حرف رو فراموش کنیم. من مصد یه هدیه خوب کردم، ولی دلم میخواد چشماتو ببندی و تو وقتی که من نگفتم چشماتو باز نکنی. باشه؟ بسیار خوب. خیلی خوب، بستم. کلک نزن دیگه. خب حالا دیگه میتونی چشماتو باز کنی پدر. پس باز کنم. من مادم که تولد به تبریک بگم مورو. متشکرم. چقدر به موقع اومدی علی. Thank you.
ببینم تو اصل بیشتر دوست داری یا اولیا؟ اصل بیشتر دوست دارم. آه چقدر دلم میخواد چک بگم و یه عمر به تو سواری میده. تو وقت ما به هم دیگه ماچه آرتیستی میدادی. نکن اگه این تو بودی ما با هم چه جفت خوبی میشدیم. چقدر رومانتیک. خب ما اینیم دیگه، من از همه شاعر میشدم. میدونیم میدونی من الان عشق من هیکل میکل تو رو چجوری میبینم؟ نه چجوری؟ درست اینه یه پرنگ دیدم. راست میگم. آره دیدم، واسه همینم. من با این سماجاتی که تو منو تحقیل کردی خیالای شومی تو کلته نه؟ فکر نمی کنی این خیالا ممکنه جدی و نجیبانه باشه؟ چطور ممکنه نجیبانه باشه؟ تو هیچ میدونی من چقدر دوست دارم؟ بس کن دیگه، سر به سرم نزد. نه سر به سرت نمیذارم، دارم جدی میگم. باور کن دوست دارم، خیلی هم دوست دارم. مطمئنی که در احساست اشتباه نمی کنی؟ آره کاملا مطمئنم. من غیر از تو به هیچ چیز دیگه فکر نمی کنم. عشق تو منو دیوونه کرده آرشی. ای کاش این احساسی که در وجود منه در قلب تو هم پیدا میشه. شایدم پیدا شده، تو از کجا میدونی؟ منظورت چی؟ اگه این احساس در قلب من نبود مطمئنن من الان اینجا نبودم. خب اگه راست میگی ثابت کن. تو نفهمیدم چطوری ثابت کنم؟ اینطوری؟ باش میگذاری؟ برخشی نه؟ برخشی نه؟ برخشی نه؟ برخشی نه؟ عیشه! عیشه! کجا داری فرار میکنی؟ منو ببخشی بابا! سلام آقا، گوش کنین چی میگم؟ ممکنه شما آدم گردن کرفت قلدری باشی، ممکنه بتونی خیر منو بگیرین از خونتون بندازین بیرون، ولی دخترتون رو نمیتونی بدین به اون مردی که. من نمیفهمم چیو دارین میگین. همون مردی که دیگه. منظورت چیه؟ کدوم مردی که؟ چه میدونم، همون یارو دیگه، همون که قبل از من اومده بود خواستگاری دخترتون. چیه؟ برای چی داری میخندی؟ من از صمیم قلب دخترتون رو دوست دارم، میخوام باهاش ازدواج کنم. هیچ دختر این شکلی شوهر نمیکنه جان من. آخه این کار یه راه و رفت میداره. والا من اصولا راه رفتشو نمیدونم، فقط یه چیزایی شنیدم که مخم داره از ناراحتی سوت میکشه. اینو مطمئن باشین اگه دخترتونو جز من به کسی دیگه بدین من کله اون آدمو از بدنش جدا میکنم. حالتون شد؟ تو هم گوشاتو واکن آشه. به خدا قسمه که اون آدم ببینم تو چه کش میکنم خرخرتون میجوام. این یادت باشه. خدافظ آقا. آیشه مگه لال شدید اصلا؟ چرا جواب نمیدید؟ آیشه بفرمین پدر جون. میخوام یه چیزی رو ازت بپرسم. یه جوونه که الان اومده بود اینجا و با داد و فریاد و هوار میخواست تو رو خواستگاری بکنه. ممکنه به من بگی این جوون چی؟ والا نمیدونم پدر جون، من اصلا نمیشناسمش. عجب، پس تو مطلقا این جوونو نمیشناسی؟ بله پدر جون، من نمیدونم اون کیه. خب دستتو بده به من. خب حالا طبق قراری که با هم داشتیم میخوام راستش به این بگی دخترم، تو این جوونو میشناسی یا نه؟ چیزه؟ بله اونو میشناسی. علاوه بر این که میشناسی دوستش هم داری، درسته؟ حالا بله حالا معلوم شد که این عشق و عاشقی دو طرف هست. خب پس باید هرچه زودتر به این کار خاتمه. یعنی چجوری خاتمه داد؟ چجوری معلومه. شما ها با هم عروسی میکنید؟ عروسی؟ اما پدر جون اون که هنوز به من پیشنهاد ازدواج نکرده. من نمیدونم به تو پیشنهاد کرده یا نه، ولی به من که حرفاشو زد همین چند دقیقه پیش با عجله اومد بیرا و از من خواست که تو رو بدم به اون، ولی من بهش جواب قطعی ندادم، پس حالا به خودت هم پیشنهاد میکنم. بیا من چه داری زمر بینو دور نکن شهر زنی و شاکی کبور بیا لبینم اگه من رو بگیر 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 بگیر
شما رو دور دیدم. من با بچه مچه ها درست نمیشم آقایون، نمه نیستیم ما با این یکی دیگه نیستیم، بسته شده. نفهمیدم تو ما رو دیدیم آثاری کیسه کردیم. یلا یلا دیگه چی میگه پره؟ دبی دبی ما اصلا اینو بازیم و خوردیم داریم میترکیم چون همینه دیگه من نداره. ایم نداره این یکم رو بقیه بچه یکم کم بسته میدازیم که کم رو ده کم بکنیم. داشتی ما برای سیق میزدیم و یه شکمی از در می آوردیم و بیکار بودیم. آه من چه من رو بستم موزیکیه برحال اومدم یه خبری به اصدام مرسی. همین روزا دوست جونجوریت نامیشه. من بستم رفتی قطعه مرغا میشلم مبارک دستی. خیلی ممنون قربونت. راستی گردان نه به حیات برستان شما با درق واسه من یه چکم واسه این حقا زود. گوش کن میدونی که نامزد بازی این روزا خیلی خر شده، پول پلایی حسابی میخواد. حالا موقعشی که یه دفعه دیگه بریم گوشی ننم رو ببرده. نه نه تا بیرم بچه باز میخوایی به هوای تعمیره باشی تیغش بزنی. نه 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 من نیستم، من نیستم، من رو بره میکنم خرم از نکار اگه جان ندارم. نه حسنه که انجا رفتم با نرفت 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 کن با من اون پوست دارم باید شاید هم میگم با من نسته افتیه پسی نرگو باشه شور سدی. $3,000 بگیر، اینم $3,500 قربان قد بالای شما. گوش کن فرهاد، به خدا ماشینو میفروشم اگه یه دفعه دیگه این پسرا رو بیاری اینجا و پول بخوای. من دیگه پول بده نمیستم، از کجا بیارم؟ قربونت برم مامان جون، عصبانی نشو، همش تقصیر اینه، این بی انصاف. Divane, desinler, yeter ki seni bana versinler.
میشه حاضری با من ازدواج کنی؟ نمیخوای بهم جواب بدی میشه؟ من اونقدر خودم خوشبخت حس میکنم که نمیدونم چه جوابی بهت بدم. فقط چی؟ چی میخوای بدی؟ فقط نمیدونم چرا وحشت برم داشتی. وحشت برات داشتی؟ برای چی عزیزم؟ از چی میترسی؟ راستش خودم هم درست نمیدونم چی. من سالهای سال از پدرم دور بودم، تمام این مدت از مهر و محبت پدر محروم بودم، ولی حالا یه مرتبه هم به پدرم رسیدم، هم تو رو پیدا کردم و حالا اونقدر هر دوتون رو دوست دارم که اگه هر کدومتون رو از دست بدم زندگی برام تموم شده. اینو جدی میگم فرمود، همینی که منو میترسه. ترس تو کاملا بیموره. برای چی ما رو از دست بدیم؟ ما میتونیم همه با هم زندگی کنیم، درست مثل اعضای یک خانواده. خب حالا بازم میترسی؟ نه عزیزم، ما خوشبخت میشیم. راستشو بخواین من اول از تصمیم پسرم خیلی تعجب کردم، ولی به محض اینکه چشمم به دخترتون عایشه افتاد به پسرم حق دادم. بهتون تبریک میگم، ماشاءالله دخترتون خیلی قشنگه. خیلی متشکرم خانم، داماد منم جوان برازنده ایه. امیدوارم یه عمر به خوشی با هم زندگی بکنن. ضمناً از شام و پذیرایی عالی امشبتونم تشکر میکنم. دیگه بیشتر از این خجالتم ندید. شما کاملا حق دارید. میدونین من هیچ زنی رو ندیدم که دست پخت مادر منو داشته باشه. ان شاء الله دختر منم بعد از عروسی هنر آشپزی رو از مادر شوهرش یاد بگیره. چی میگی پدر جون؟ مگه من الان بعد پخت پز میکنم؟ ببینم عروس خانم، بهترین غذایی که بلدین درست کنین چه غذاییه؟ والا بهترینشو نمیدونم، ولی تخم مرغ خوب بلدم این رو بکنم. کوکوشم بد نیست. آقای عارف نزدیکترین دوست خانواده ما هستن، برای همین دعوتشون کردم اینجا که شما هم باهاشون آشنا بشین. از لطفتون متشکرم خانم. میدونین من چون خودم خیلی به این خانواده نزدیک میدونم، میخوام چند با شما خصوصی صحبت کنم آقای مراد. خواهش میکنم، خواهش میکنم قربان، مانعی نداره. با اجازه شما خانم. آقای عارف لطفاً زیاد تلفن سوال پیش نگیرید. بفرمایید آقای عارف، من در اختیار شما. تو این کار خوب موفق شدین، بهتون تبریک میگم. این چه حرفیه، من که کاری نکردم. در حقیقت این تبریک رو باید به دامادم بگین، اون باعث شد این وصلت سر بگیره. منظور من موضوع وصلت نبود، منظورم وارد شدن به این خونه بود. مراد قطعه، مراد قطعه، منظورتون چیه؟ به چی دارین میخندین؟ اگه این روزا یه سری به دفتر من بزنین همه چی رو میفهمین. پدر جون. چیه دخترم؟ پدر جون برا فرهاد میخواییم بریم یه قدم بزنیم. بله اجازه میفرمایید قربان. آره بری، چونم شما دیگه با هم زن شوهر هستید. ولی انگار شما یه کمی اوقاتتون تلخ شد. نه 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 دخترم، برای کی اوقاتم تلخ بشه؟ تو اشتباه میکنی. برو کنم بس فعلا. خودت خودت پدر جون، خودت. من بالاخره متوجه نشدم که شما چی میخواییم بگیم. اینقدر خودتو به کوچه علی شب نزن مراد قطعه، من خوب میدونم تو به خاطر چی وارد این خونه شدی. خب معلومه، به خاطر ازدواج دخترم. جناب مراد قطعه، من تو رو خوب میشناسم، تو آدمی نیستی که وقت تو رو اینجور کارا طلب کنی. من که هرچی فکر میکنم منظور واقعی شما رو نمیفهمم. گفتم که وقتی اومدی به دفتر من میفهمم. من برم جواهرات خانوادگی اونا رو بدوزم؟ این کار پستیه، تو دیوونه شدی مرد. پس کی تو حالا تصمیم گرفتی آدم با شرفی باشی؟ بهت چه گفتم من دیگه نمیخوام دزدی کنم؟ اون وقت تو میخوای من جواهرات دامادم رو بدوزم؟ نه من این کارو نمیکنم. دیگم حاضر نیستم با تو حرف بزنم. اینقدر جوش نزن، حماقتم بذار کنار، منو مجبور نکن که گذشتت رو رو کنم. تو حتما دلت نمیخواد دخترت بفهمه که پدر عزیزش یه دزد و کلاهبرداره و آبروش چرا این نامزدی شده. پای دختر منو تو این کار نکشاره. پس خوب فکراتو بکن، تو میتونی با سهمت از اون جواهرها هم عروسی مفصلی برای دخترت را بندازی، هم بقیه عمرت راحت زندگی بکن. اگه این کارو نکنم چی؟ هیچی، در این صورت دخترت و دامادت همه چی رو خواهند فهمید. تو داری منو نابود میکنی. قبول میکنم، ولی هیچ کس نباید این موضوع رو بفهمه. علش شد حسابی، من میدونستم که تو بالاخره سر عقل میایی. خوبه، باشه. خب اون جواهرها رو چجوری تقسیم میکنیم؟ نصف به نصف. نصف به نصف. چه موقعی رو برای این کار در نظر گرفتی؟ شب شب نوده. موسیقی
دوستتون دختر شایسته ای خانم. امیدوارم با هم خوشبخت باشم. خیلی ازتون متشکرم. هنوز نمیتونم قبول کنم که اونا عروسی میکنن، چون به نظرم بچه میاد. چی میگین خانم؟ پسرتون برای خودش مردی شده. چی میگه اون بچه هست؟ به نظر من که بچه هست. اما این از این بچه ها. یادتون روز خانم مدیر من رو جلو مدرسه دید؟ آره اون روز ما رو از هم جدا کرد. البته اون موقع تقصیری نداشت، ولی خدا کنه دیگه هیچ کس نتونه ما رو از هم جدا کنه. هیچ کس نمیتونه. ببینم تو قول میدی هیچ وقت تو زندگی به هیچ عنوان من رو ترک نکنم؟ بهت اطمینان میدم فرهاد، حتی تو سخت‌ترین و بدترین شرایط تو رو ترک نمیکنم. خانم مدیر جون، ما واسه تو یه مژده داریم. اول بذاری دستتون رو مشمالی کنم، بعد میگم. میخوام بگم که ما دوتا هم همین روز عروسی میکنیم. عروسی میکنیم؟ بله خانم مدیر، همین الان تصمیم گرفتیم. مبارک باشه، شما میشالله با هم خوش باشیم. بذاری کشم باشیم رو مالش کنم. پس من بریم جلس کنیم. یه اقصب کن بندی تومونم سیف کنم. خب برو بریم. خیلی لباس آریه گرفتم. بلش کن تنبون آدم نباید بیفته. ما دو تام با هم دیگه بله ها. فکر کردی فقط تو میتونی آره ها؟ نه هر کی را دونه منی میتونم دونه دونه بزا چنگه ها بفرم و جمع بزنی بره کن هر کن این که جوجب زدنه بشی ریه جایی نبوری کلا آقا از دنیا نری کف دوبام و محکم تر بزن جنده باش 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 بودی. من موقعی رخت ندیدم. جایی نرفته بودم، همینجا بودم دخترم. عایشه خیلی داشت میخواد امشب یه دورم با پدرش برخصه. بفرمایید بریم وسط. نه امشب شماها باید برخصید، من انشالله تو عروسیتون میرخصم. هر دوتون خیلی قشنگ رختیدین پسرم. من میخوام به عنوان هدیه نامزدی برم یه گردنبند الماس بیارم و به گردن عروس قشنگم بندازم. خیلی متشکرم مادر. یه دقیقه اجازه شنیدی مادر فرهاد چی گفت؟ اون روز از تو جواهرات خانوادگیشون من سر این من بیاریم. آره شنیدم دخترم، شنیدم. نمیدونی چقدر خوشحالم پدر. ای خدای من، جواهراتم رو دزدیدن. پلیس! هیچ برگه پیدا نکردیم. خیلی خوب، خیلی خوب. خیلی متشکرم، شما میتونید تشریف ببرین خانم. متشکرم آقای کالاگا، خدافظ خانم. خدافظ. شما میتونید تشریف ببرین خانم مدیر. خیلی هم ممنون. تسلیت میگم خانم جون، ان شاء الله غم آخرتون باشه. متشکرم. معذرت میخوام آقا، شما هیچ از سالن خارج نشدین؟ نه آقای کالاگا، اصلا من تمام مدت جشن همینجا بودم. چی شده عایشه؟ هیچی نشد. خیلی متشکرم. خب خانم، همونطور که ملاحظه کردین ما تمام منزل رو گشتیم، از همه مهمونان بازجویی کردیم ولی برگه‌ای به دست نیاوردیم. ولی بهتون قول میدم به زودی هم مجرم رو پیدا میکنیم هم جواهرات رو.
پیران خدا حافظ. خدا حافظ. خوش آمدید آقای کاراگاه. بیاید بریم. واقعا باعث تأسف خانم. خب حالا اگه اجازه بدین ما هم مرخص بشیم. خواهش میکنم، خیلی لطف کردید اومدید. با اجازه شما خانم. خدا نگهدار. شبتون بخیر. متاسفم خانم، واقعا متاسفم. مهم نیست دخترم، خودتون را ازم. دخترم انگار فراموش کردی کیفتو برداری. نمیای بریم؟ چرا، همین الان پدر شد. خدا حافظ عزیزم. خدا حافظ عزیزم. شام بخیر. شبتون بخیر. خدا. همه چی درست میشه. تو دزدیدی نه؟ ساکت باش، حرف نزن. چرا ساکت بمونم؟ مگه قول ندادی دیگه دزدی نکنی؟ مگه قول ندادی برای خوشبختی دختر تلاش کنی؟ آخه تو که نمیدونی موضوع چیه. من این کارو به خاطر دخترم کردم، مجبور شدم این کارو بکنم. مجبور شدی؟ میدونی اگه یه وقت دخترت بفهمه چی میشه؟ گفتم خفه شو دیگه، هم خفه شو. جلو اون زبون ساوردتو بگیر. اگه تو جلو زبونتو بگیری اون هیچ وقت نمیفهمه. خدا کنی که نفهمه. سوالی بکنم، ولی ازت میخوام که راستشو بهم بگی. خیلی خوب عایشه، ما در این مورد به هم قول دادیم، قول دادیم که هرگز به هم دیگه دروغ نگیم. اینه که میدونی. خب حالا چی میخوای بپرسی؟ دیشب اون جواهراتو تو دزدیدی پدر. هیچ معلوم هست چی میگی؟ من که نمیفهمم منظور چیه. راجع به کدوم جواهرات داری صحبت میکنی؟ خودت که میدونی راجب همون جواهراتی که دیشب در مراسم نامزدی من دزدیده شد. فکر میکنم اتفاق دیشب تو رو خیلی عوض کرده. انگار فراموش کرده که من پدرت هستم. هیچ کس با پدرش اینطور صحبت نمیکنه. یعنی شما اون جواهرات رو ندزدیدی؟ ببین آیشه، تو داری با این طرز صحبت کردنت ثابت میکنی برای پدرت هیچ ارزشی قائل نیست. پدر دستتو بده من. گفتم دستتو بده من. حالا بگو پدر، راستشو بگو، تو اون جواهرات دزدیدی یا نه؟ نمیخوای به من جواب بدی؟ نمیخوای به من راستشو بگی؟ چرا دخترم، باور کن راست میگم، من اونا رو ندزدیدم. این دروغه، تو داری دروغ میگی پدر. این یه تیکه از اون جواهراتیه که دیشب دزدیدی، بیا برش دار. تو دروغ گفتی، تو به من دروغ گفتی پدر. آره، تو اونا رو دزدیدی، تو دزدیدی. خواهشه در باز کن. خواهش میکنم به حرفای من گوش بده. نه، نمیخوام، دیگه نمیخوام به حرفت گوش بده. تو دوستی، آره تو یه دوست هستی. تو رو خدا در باز کن آیشه. بذار همه چی رو برای توضیح بدم. میخوام حقیقت ماجرا رو برای تعریف کنم دخترم. در باز کن آیشه، این فرصت رو به من بده. نه، نمیخوام،
اگه نمیخوام حتی یک کلمه با هم حرف بزنی، تو اونو رو دوستی بعدش هم به من دروغ گفتی. چرا به من دروغ گفتی؟ چرا دروغ گفتی؟ چرا؟ بذار برای توضیح بدم. ما دیگه هیچ حرفی با هم نداریم. ببین دخترم، تو خودت نمیدونی با این کارت منو چقدر قصه‌دار میکنی. حق با توی دخترم، جواهرات مادر فرهاد و من دزدیدم. من آدم پست و دروغگو و بدی هستم. من نیومدم مدرسه که تو رو با خودم بیارم خونه، بلکه اومدم اونجا تو رو به دایی بفروشم. ولی وقتی تو رو دیدم مهر پدری تمام وجودم رو گرفت. بهت قول میدم که بعد از این درست کارترین آدم روی زمین و بهترین پدر دنیا بشم. دخترم بهت قول میدم اگه تو من ببخشی و از این گناه من بگذری، دیگه هیچ وقت تو زندگی مرتکب چنین اشتباهاتی نشو. نه پدر جون، نه. تو همون پدری بودی که من سالها منتظر. ممکنه تو یه دوز باشی، یه قاتل باشی، پسترین فرد این اجتماع باشی، ولی هرچی باشه بازم پدر من هستی. به خاطر همه اینا میتونم تو رو ببخشم. ولی برای چی به من دروغ گفتی پدر؟ چرا دروغ گفتی؟ راستی این چیزی تو فراموش کردی برداری؟ اینا همینجا میذارم برای پدرم، ممکنه برای دوستیای بعدیش لازمش بشه. خواهش میکنم برگرد. چطور ممکنه به این سرعت تصمیم تو عوض کرده باشی؟ تصمیم من فوری عوض نشد. من از اولشم زیاد به این ازدواج خوشبین نبودم. بگی این حلقه یه نامزدی من خود. تو فکر کردی من به این آسونی ها ازت دست برمیدارم؟ راستشو به من بگو عایشه، برای چی میخوایی از من جدا بشی؟ من دلم نمیخواست سریعا همه چی رو بهت بگم، ولی تو حال خودت داری مجبورم میکنی. من تو رو اصلا دوست ندارم. راستشو بخوایی ازت بدم میاد، میفهمی؟ ازت بدم میاد. این دروغه، اون داره بهت دروغ بگه. چرا حقیقت به اون نمیگی؟ ساکت باش، تو رو خدا ساکت باش. من نمیتونم ساکت بمونم. عایشه تو رو دوست داره، با همه وجودش دوستت داره. گفتم ساکت باشم. عایشه به خاطر پدرش داره این کارو میکنه. آره، همش به خاطر پدرش. به خاطر پدرش؟ آره، اون فهمیده که پدرش یه دزده، یه کلاهبردار شارلاتانه. دیشبم جواهرات مادرتو اون دزدید. حالا همه چی رو فهمیدم. خیلی ازت متشکرم. من ازت معذرت میخوام. منو ببخش. تو کاری نکردی که من ببخشم. این تویی که باید منو ببخشی. من این حلقه رو دوباره دستت میکنم و ازت میخوام که دیگه هیچ وقت اونو از انگشت در نگیر. الو؟ بله، میخواستم با رئیس شعبه سه آگاهی آقای کامران صحبت کنم. بله، راجع به همون جواهراتی که از خونه من دزدیدن. بلش کن بله، خواهش میکنم دیگه دنباله این موضوع رو نگیر. نفهمیدم،
نیم میلیون تومان جواهرای خانوادگی منو دزدیدن، اون وقت تو میگی دنبال موضوع رو نگیرم و ولش کنم؟ آره مادر، چون اون جواهرات کسی ندزدیده. چی؟ کسی اونا رو ندزدیده؟ نه، کسی ندزدیده، تمام اونا رو من برداشتم. تو برداشتی؟ نمیفهمم، آخه چرا این کارو کردی؟ چون به پول احتیاج داشتم، اونا رو بردم گرو گذاشتم. آره، همه شو گرو گذاشتم. حالا دیگه کارت به اینجا ها کشیده؟ من یه عمر زحمتتو کشیدم و بزرگت کردم، من هم جای پدرت بودم هم مادرت، هرچی خواستی برات فراهم کردم. اون وقت تو یه دوز از آب در اومدی، تو دیگه پسر من نیستی، تو باعث ننگ منی. اینطور حرف نزن مادر، من اگه مجبور نبودم این کارو نمی کردم. کی مجبورت کرد؟ تو قراره همین روزا عائله تشکیل بدی، اون دختر بیچاره رو بگو که میخواد زن تو بشه. خواهش میکنم به اون هیچ حرفی نزن، من خودم به زودی این کارو حل میکنم. اگه مردم بفهمن که پسر من یه دزد شالاتانه، دیگه پیش سر همسر چه آبرویی برای من باقی میمونه؟ من دیگه تو رو پسر خودم نمیدونم، میفهمی؟ برو که دیگه نمیخوام ببینم. میرم مادر، ناراحت نباش، ولی قول میدم جواهرات تو برات پس بیارم. بهش که گفتم تقصیر عارفه، اون منو مجبور کرد این کارو بکنم. این دروغه، تو داری دروغ میگی. عارف هیچ وقت هم چی کاری نمیکنه. چرا نمیخواید بفهمید پسر جون؟ اون منو مجبور کرد جواهراتو بدزدم. گفت اگه این کارو نکنم تمام گذشته منو به دخترم میگه. حالا که دخترت همه چی رو میدونه، پس برو جواهرات ازش پس بگیر. حالا دیگه این کار امکان نداره، عارف کلی آدم اجیر کرده، اونا نمیذارن من حتی نزدیکش برم. نمیذارم. اگه تو بخوای میتونی بری جواهرات ازش پس بگیری. آره مطمئنم تو آدمی هستی که میتونی دنیا رو به هم بریزی، من اینو کاملا مطمئنم. من میدونم عارف کسی نیست که بتونه در مقابل تو قد علم بکنه، اون با همه دار دستش مثل سگ از تو میترسه. گوش کن چی میگم، من نمیخوام دستم به خون آلوده بشه. من اگه بخوام این کارو بکنم ممکنه مجبور شم اونو بکشم. مهم نیست، مطمئن باش اگه من میتونستم این کارو بکنم حتی یه لحظه هم تردید نمیکردم. ولی افسوس که قادر نیستم، این کار فقط از تو برمیاد، فقط از تو. بگو ببینم، تو جدن رفتی با پدرش صحبت کردی؟ آره، ولی حالا از یه چیز میترسم، اگه اون صدمه ای ببینه نمیدونم جواب عایشه رو چی بدم. خب الان نمیشه یه جوری کمکش کنه؟ حالا من هم چیاری داشتم، همین الان میدم سره. اشکال داره من باید بیان، من بلد این سر کله بشتم. من هیچیم نیست، بیا اینم جواهرات مادرت. خیلی ازت متشکرم، برو زودتر اونا رو بده مادرت که خیالش راحت بشه. برو یعنی چی؟ مگه ما با هم از اینجا نمیریم؟
حتما دخترتون منتظر شما هست. نه، من نمیخوام دخترم یه پدر دزدی مثل من داشته باشه. دخترم رو میسپارم به تو فرهاد، سعی کن خوشبختش کنی. من فقط همینو میخوام. من شما رو همینطوری ول نمی کنم. شما بعد جوری زخمی شدیم. بیاییم بریم پیش دخترتون، ما باید همه با هم زندگی کنیم. نه نه فرهاد، من حق ندارم زندگی پاک و بی‌آلایش شما را به کثافت بکشم. این راهیه که من رفتم دیگه، تا ابد نمیتونم این لکه را از دامنم پاش کنم. شما آدم خیلی خوبی هستید، من دربارتون اشتباه کردم. میخوام یه قولی بهم بدی، نمیخوام بعد از این هیچ وقت موضوع دزدیدن این جواهرات رو به رخ دخترم بکشی. با اون طفلک رو ناراحت بکنی، چون نمیخوام اون به خاطر پدرش احساس سرشکستگی کنه. بسیار، من هیچ وقت حرفی بهش نمیزنم، بهتون قول میدم. میدونین ما امروز از این شهر میریم، شما نمیخواییم برای آخرین مرتبه دخترتون رو ببینیم؟ چرا، خیلی دلم میخواد، منم میام ایسکر راحت، ولی نمیخوام اون منو ببینه، چون هنوز دخترم پدرشو یه دزد و کلاه بردار میدونه. اگه شما واقعا اینطور میخوایید، من هیچی به دخترتون نمیگم. خدا نگهدار. خدا حافظ بزنم. ببینم، به من اجازه میدیم برای اولین بار و آخرین بار شما رو پدر خطاب کنم. پدر تو هیچ گناهی نداشت، تمام اینا زیر سر عارف بود.
پدرت آدم خیلی خوبی. اون با فداکاری جواهرات از عارف پس کرد. بیا بریم آیشه، بیا بریم. تو باید برگردی طرف پدرت. شما حالتون بده؟ نه پسرم، فقط سرم کمی گیجه، برای همینم خوردم زمین. بذارین کمکتون کنم. پدر جون دخترم منو ببخش پدر جون، فرهاد همه چی رو بهم گفت. حالا من به تو افتخار میکنم، دیگه هیچ وقت ازت جدا نمیشه. دخترم پدر دخترم عزیزم خیلی خواهم، بیم بریم خواهم، بیم